با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته گذشته همه چشم ها به تغییر و تحولات در ایران، به اعتراضات مردم، به قیام مردم در آبان 98 دوخته شده بود که مردم در بیشتر شهرها در ایران حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی رو تکون دادن و به لرزه در آوردن و همه دنیا و اخبارها معطوف به اعتراضات مردم در سراسر ایران شده بود. اعتراضاتی که با صدای بلند اعلام کرد به جمهوری اسلامی نمیگه، با صدای بلند اعلام کرد که خواهان رفتن رژیم اسلامیه و با صدای بلند اعلام کرد که مردم در ایران شایسته یک زندگی انسانی، شایسته زندگی که آزادی، رفاه و برابری رو براشون به ارمغان بیاره هستن. رژیم اینترنت ها رو بست، رژیم ادعا کرد که فعالین این اعتراضات رو دستگیر کرده و سرکوب میکنه وحشیانه مردم رو در ایران و رژیم اعلام کرد که این اعتراضات به پایان رسیده. در برنامه امروز رو در رو ما خیلی خوشحالیم که بار دیگر با صدیق کریمی از فعالین سرشناس جنبش کارگری خواهیم بود و در ارتباط با اعتراضات آبان 98، نقش طبقه کارگر در این اعتراضات و اینکه آیا اعتراضات همونجوری که رژیم اسلامی اعلام میکنه خاتمه پیدا کرده، سرکوب شده و گویا جامعه در ایران آرام خواهد بود، نظرات مهمان عزیز برنامه امروز رو با خود خواهیم داشت. با سلام به شما صدیق کریمی عزیز و با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو ما شما رو با خودمون داشته باشیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان بینندگان عزیز، من ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتی. خواهش میکنم صدیق عزیز. اولین سوالی که برای همه مطرح است، کسایی که تغییر و تحولات درون جامعه ایران رو دارن نگاه میکنند، این که این اعتراضات سر چی بوده؟ زمینه هاش چی بوده؟ مشخص 40 سال با حق جنسامی ما اعتراضات گسترده در طی این 40 سال کارگری داشتیم، زنان داشتیم، علیه حجاب داشتیم، برای معیشت داشتیم، برای کار داشتیم. جنبشی که کماکان در عرصه بوده، اگرچه بارها حمله کرده به این جنبش، به این اعتراضات، به این به طالبات مردم، اما این جنبش کماکان با سرکوب، با خشونت همیشه در عرصه بوده، همیشه سعی کرده سنگری بعد از سنگری دیگه فتح کنه. اگر چی همیشه زیر زر بوده، ما خیلی از انسانهای شریف رو از دست دادیم، زندان شده، اعدام شده. از جمله در جنبش کارگری ما جمال چراغ‌قدسی، شاهرخ زمانی و از جمله دوستان دیگر که جانشان داده. یمن الان حضور زندان و از جمله خیلی دوستان هستن که الانم در زندان، ولی کماکان این جنبش در عرصه بوده و هست. نمیتونیم واقعا جنبشی که در 40 سال مطالباتش نتونسته تحقق پیدا کنه، مطالباتش که مطالبات انسان بود، مطالباتش که مطالبات کل جامعه بوده. من در مصاحبه قبل از این جنبش 90% متعلق به 90% جامعه است و جنبشیه که نمیتونی 1% جامعه نمیتونی جنبش رو راک نگاه داره، نمیتونی جنبش رو عقب برانه، نمیتونی جنبش رو به عقب نشونی یا وادار به تمکین کنه که انسان این جنبش متعلق به کلیه فروشان یا که دیگه نمیخوام کلیه شو فروشه برای معیشتش. میخوام واقعا این مطالبات انسانیش برای این مطالبات انسانی بیان خیابان می جنگه. این نمونه بارزشه که واقعا این جنبش متعلق به تن فروشان یا که دیگه نمیخوان به این رزالت، به این شرایط تن بدن، میخوان واقعا اون حقوق انسانی خودشان رو مطالبه کنن. این جنبش متعلق به کارگران یا 40 سال که کارگر رو وادار میکنن به مطالبهش بشه پرداخت حقوق معوقه. هیچ کجای دنیا این رسم نیست که حقوق معوقه داشته باشیم. جنبش این کارگر وادار میکنه که هر سال قدنامهش که بیاد مطالبهش رو واقعا سال قبل کاهش پیدا کنه، اما مطالبهت هر ساله کارگر در قدنامهش مشخص علیه سنگسار، دفاع از تشکل مستقل، دفاع از اعتصاب، دفاع از اعتراض، دفاع از حقوق انسانی در کل قطعنامه ها و مطالبات مشخص کارگران و جنبش سایر جنبش های اجتماعی، جمله دانشجویی، زنان،
بازنشستگان معلمان مشخص بوده این. خب رژیم اینترنت ها رو قطع کرد. الان البته بگذاریم که اینترنت ها یواش یواش داره در برخی مناطق وصل میشه. همچنین رژیم ادعا کرده که این مبارزات رو سرکوب کرده و فعالین که در این اعتراضات نقش کلیدی داشتن اونا رو دستگیر کرده و اخبارهایی که در برخی از رسانه ها منعکس شده تو همچین شرایطی صحبت هست سرکوب وحشیانه رژیم بوده. فکر میکنیم که آیا رژیم میتونه اعتراضات مردم رو خفه بکنه اونجوری که ادعا کرده و اینکه این اعتراضات تموم شده و رفته پیکرش؟ من واقعا جایش من برای مسئولی که اینطوری اقنام اعلام میکنه که من موفق شدم پیروز شدم در قبالی که در قبال مردمی که 40 سال مطالبهش تحقق نیافته، در قبال خود روزنامه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که 95% مردم با ما نیست. این جنگ با 95% 99% جامعه است. مگه میتونید با قطع اینترنت انسان ها را وادار به کلیه فروشی کنه، انسان ها را وادار به تن فروشی کنه، انسان ها را وادار به خونه نشین کنه؟ کسی که معیشت، کسی که نون روز نداره، کسی که برای کارش کس 4 تا جوان داره تحصیل کرده فارغ جنگ فرق کرده. الان اگر ما توجه کنیم در این جنگ در محلهای فقیه نشین بوده دیگه، این قطع اینترنت و یعنی نمیتونه واقعا این شاید برای مدتی بتونه این از خیابان بره، ولی واقعا این به نظر من این وظیفه ما فعالین است که در جماعت در جلوی بیمارستان ها در دفاع از کسانی که عزیزانشان در زندان است، در اعتراض همگام با عزیزانی که با کسانی که عزیزانشان از دست دادن، وظیفه ماست که در این مقطع این اعتراض در این سبک ادامه بدهیم. شاید اینترنت قطع باشه، ولی واقعا نمیشه کسی که زندگی نده در جنگ زندگی اینجا جنگ معیشت دیگه. خب ما اعتراضات سال 96 هم داشتیم که الان حدود 2 سال از اون اعتراضات گذشته و الان با آبان اعتراضات آبان 98 رو برو بودیم. شما فکر میکنیم که این دو اعتراض چقدر به همدیگه شبیه هم و تفاوتهایشون چیه؟ این اعتراضات مشخصه، اعتراضاتی که مردم ایران، من خودم جالبه یکی از بازجوام سال 86 به بازجوام گفتم من متاسف برای شما هستم. گفتم واسه اینکه 40 سال یاد گرفتی فقط شما زندان و پهپوش و نمیدونم پرونده سازی و اعدام و این سبک میخوای حکومت بنا، ولی حکومت که عدم در داشته باشه خیال تخ باشه روزی میفته. حالا واقعا 96 مردمات عرصه 100 شهر ما اون وقت هم تظاهرات داشتیم، اما متفاوت این که این اعتراضات متعلق به این جنبش نوادردن درستدیه، این اعتراضات متعلق به جنبشی که دیگه نمیخواه برخونه، این اعتراضات متعلق به جنبشی که 200 نفر در 3 روز از دست داده چجوری بتونی برخونه، اعتراضات متعلق به جنبشیه که نزدیک 10,000 نفر هنوز آمار مشخص نیست الان دستگیری داده، این اعتراضات متعلق به جنبشیه که خودم از این عزیزانی که متعلق به خانواده کارگری و به خانواده هست که الان حداقل هر نفر از اینا 100 نفر وابسته داره، این متعلق به جنبشیه که سالها در عرصه است، اما این زمانش رسیده که بیا عرصه خود نمایی کنه که برای مطالباتش جنگ خیابانی را بیاندازه. تا حالا منطقی بر خود آقا من مثلا میگن چند سال 40 ساله داره میگه آقا مطالباتش از طریق سنفی از طریق اعتراض، اما دیگه واقعا جوابگو نبود. مردم وادار که واقعا مجبوره برای گرفتن حقش جنگ خیابانی، جنگ واقعا به هر قیمتی مجبوره بجنگه، مجبوره برای تحقق مطالبات انسانیش اون دنیایی که شایسته هر انسانی هست مجبوره بجنگه. ماما این تفاوت این دوره با دوره اینه که دیگه نمیشه عقب زد، نمیشه حتی برای دوره شاید نمیشه برای 2 سال دوباره بری خونه. این جنبش با اعتراضات عرض کردم، با این اعتراضات و با به نظرم این دوره‌ای که با حمایت از طریق احزاب کارگران، معلمین، دانش آموزان، دانشجویان اینو باعث ادامه داد، اینو با این طریق باعث برد این فازی که واقعا این
توانی صحبت کردن، توانی اینکه بگه واقعا من این جنبش رو عقب راندم یا این جنبش رو راکت کردم، توانی صحبت نداشته باشه. وظیفه ماست در این عرصه و نظر حمایت خود ما از طریق اعتصابات، از طریق حمایت از این خانواده عزیز به هر طریقی که میشه این جنبش رو نگاه دار، این اعتراض رو نگاه داشت. این اعتراض تنها در خیابان نیست، این اعتراض در حمایت از این عزیزان میشه، این اعتراض در سازماندهی برای حرکت بعدی میتونیم واقعا برای حرکت های بعدی، این موفقیت این اعتراض در سازماندهی منسجم و متحدانه برای حرکت بعدی است. بله، خب رژیم از این صحبت کرده، خامنه ای به خصوص، که کسایی که در این اعتراضات نقش داشتن اشرار هستند، و رژیم از این صحبت کرده کسایی که در این اعتراضات شرکت داشتن در واقع فریب مجاهدین و فریب رضا پهلوی رو خورده بودن و خاندان پهلوی رو خورده بودن، و از طرف دیگه جریانات راست هم دارن اعلام میکنن که مردمی که در خیابون هستن در دفاع از رضا پهلوی و حامی رضا پهلوی بودن که در خیابان ها بودن. شما فکر میکنین که نظرتون راجع به این مسئله چیه، و فکر میکنین چقدر مسئله این که مردم در واقع به خاطر مجاهدین و رضا پهلوی در خیابان ها بودن واقعیت داره؟ این به نظر من واضح، این اعتراضات واضح، یعنی شفاف اعتراضات هبکو هفتپو کارگران میبینیم که تا امروز هم ادامه داره. این اعتراض مبانی، این اعتراض و سازمانی اعتراضات مشخص، چهرهش مشخص، الان نمونش جعفر عظیم‌زاده که از رهبران این جنبش که در زندانه، الان اسماعیل عبدی که هنوز یکی از چهرهای مشخص این اعتراضات که در زندانه، اسماعیل بخی یکی از چهرهای مشخص این جنبش که الان به زندان الان تازه آزاد شده، نمیدونم خیلی از دوستان چهره مشخص متعلق این جنبش مشخص متعلق به کیز، این جنبش متعلق به کسایی که آلترناتیفش حکومتی شده، آلترناتیفش حکومتی که دیگه مردم بتونه دستانش خودش مؤثر باشه، نه از بلا از براش تعیین کنه. این متعلق به جنبشیه که سال هاست توی خیابان به شیوهای مختلف، این جنبش متعلق به طبقهیه که سالهاش براش می جنگه، خیلی از عزیزان براش از دست داده که عرض کردم مشخص چهرهش مشخصه. این جنبش متعلق به طبقهیه که در طی این دوره حاکمیت خیلی واقعا اگرچه خیلی زیر ذره بوده، خیلی خیلی واقعا مشکل داشته، ولی همیشه در عرصه بوده. ما را متهم می کردن که ما حق نداشتیم سه نفر جمع بشیم رابطه با حرکات اعتراضی تصمیم بگیریم، یعنی بالای دو نفر تبانی علی جمهوری محسوب میشد که تبانی علی جمهوری جون دار. با این اوصاف ما همیشه در عرصه بودیم، ما همیشه این جنبش همیشه در عرصه بوده، همیشه مبارزه کرده، همیشه برای تحقق مبارزه، تحقق مطالبات جامعه، نه تنها این طبقه، این سینه سپر کرده. این جنبش متعلق واضح متعلق با چیزی که هم نمیتونی واقعا اینو تحریف کنی یا به جای دیگر وصل کنی. خب صدیق عزیز، شما در صحبتاتون به یه سری فاکتورهای خیلی مهم اشاره کردین در ارتباط با این اعتراضات. به این اشاره کردین که مردم گفتن دیگه بس، این اعتراضات وارد یه فاز نظامی در واقع شده بوده و از فاز صنفی و اینا دیگه خارج شده بوده، مبارزه صنفی که بخشایی از جامعه در واقع دست به اون مبارزه زده بودن. شما فکر میکنین که برای پیشروی بیشتر این مبارزات چه نکاتی کلیدی را باید رو چی انگوش بذاشته میشه؟ دقیقا برای پیشروی نکاتی که اشاره کردم، یک حمایت، یک اعتراض جلوی بیمارستان ها، چون الان خیلی زخمی ها دارن جلوی داخل بیمارستان هاست. دو، اعتراض جلوی خونه کسانی که عزیزانشان از دست دادن، اونجا همگام با این عزیزان اعتراض رو ادامه بدیم. سه، به نظر من سه، در کنار کسانی که عزیز، در حمایت از کسانی که عزیزان در زندان است برای آزادی زندان، همین و دقیقا و برای در راستای حمایت از این عزیزان، ما واقعا اعتراضات به صورت اعتصابات کارگری سراسری، اعتصابات عمومی و سراسری، از جمله کارگران، معلمان، کامیون رانان، رانندگان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، واقعا بهترین سبک و
درست‌ترین سبک برای سازماندهی در این عرصه، کارسازترین سبک سازماندهی در این عرصه است، در این مقطع برای تداوم این اعتراضات. در دوره گذشته، در رژیم گذشته، اعتصاب کارگران نفت یکی از حلقه‌های بسیار مهمی بود که رژیم گذشته رو به زانو در آورد و ما با از رفتن رژیم گذشته روبرو بودیم. طبقه کارگر در موارد مختلف، نه صرفا در ایران، در کشورهای مختلف جان فشانی کرده، ولی اون چیزی که نصیب شده عملا طبقه کارگر گوشت دم توپ بوده. شما فکر میکنین که در این دوره معین طبقه کارگر چه نقشی میتونه داشته باشه برای پیروزی مبارزه مردم بر علیه رژیم اسلامی؟ به نظر من طبقه کارگر با توجه به این که تا این مقطع تاریخی تا این دوران حاکمیت این مبارزه را تداوم بخشیده و همیشه در عرصه بوده و تعداد فاکت‌های اعتراضات سالهای قبل، اگر ما بیاییم تعداد اعتراضات کارگری که ما داشتیم در سطح شهرهای مختلف، این نشانگر این که واقعا این دوره یکی اینجورمش میتونی رهبر نقش اصلی ایفا کنید در رهبری این اعتراضات و پیرافت آیده این اعتراضات. واقعا این جنبش میتونین اصلی نقش رو ایفا کنه، چون این جنبش اجازه نداده هیچ وقت اعتراضات در عرصه پاک بشه یا اصلا جمهوری اسلامی موفق بشه که اعتراضات رو واقعا کند کنه. این جنبش بوده که همیشه پیشرو بوده، سینه سپر کرده، هزینه داده، رهبرانشان زندانی شده، تهدید شده. حتی الان نمونهش ما داریم، غالب حسین دستانی رفتن خونهش رو پلم کردن، گفتن حق نداری خودت با خانواده بایزی بری از خارج از سنندر نمونهش بری زندگی کنی. نمونه های بارزی داریم در این زمینه. شاید من الان حضور زن ندارم، ولی نمونه های بارزی داریم واقعا. و این جنبش من نظر من در این دوره با اعلام، با حمایت از طریق اعتصابات سراسری و عمومی میتوانه نقشی اساسی در این حرکت ها ایفا کنه. یاد همه عزیزانی که در اعتراضات آبان 98 جان باختن گرامی بود و با خانواده همه این عزیزان احساس همدردی میکنیم و دست همه مردم معترضی که در خیابان ها رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه در آوردن دست همه رو می فشاریم و به امید پیروزی مبارزات جاری در ایران برای رسیدن به آزادی، برابری و رفاه. صدیق کریمی عزیز، با تشکر بسیار زیاد از شما که به ما وقت دادیم تا در برنامه امروز رو در رو ما با شما باشیم. منم همینطور از شما تشکر میکنم. منم به نوبه خودم آخرین یاد این عزیزان که در خیابان ها جان باختن تسلیت میگویم یا گرامی میدارم و از همه عزیزانی که شجاعانه با تمام وجود مایه گذاشتن و این اعتراضات رو واقعا راه انداختن، من صمیمانه تشکر میکنم. و از تمام عزیزانی که در خارج از کشورم از این جنبش از این حمایت کردن و صدای این عزیزان در خارج بودن، منم به نوبه خودم تشکر میکنم و از شما ممنونم که این وقتم در اختیار بنده گذاشتید. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، پایان بخش برنامه امروزمون آهنگی از سیروان قادری تحت عنوان این که خیابانها را میگیریم، آزادی نوبت ماست، به این آهنگ توجه میکنیم. من در کنار بابک یزدی، کارگردان فنی برنامه رو در رو، براتون شبها و روزهای خوبی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش. Oh,
سنگشان را به سوی ما نشانه میگیرند. آی بربرهای از گور برخاسته، ما زاوی رنج و دردی، محروم از بازی بچگی و به دور از شیدایی جوانی، در کلاس فرور از خود گذشتن نزیستیم.